دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، سلام. بازم در خدمت شما هستیم و به امید کامگاری و سرفرازی شما عزیزان، برنامه از گپ گپ میخیزه روز دوشنبه 18 ماه میزان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 ماه اکتبر سال 2022 میلادی را با این مقدمه آغاز میکنیم. در مورد خواص یا خاصیت ملت ها، هر کشور و هر ملت از خود خواص داره یا خاصیت های داره که زاده طرز تفکر و فرهنگ همو کشور است. تا جایی که ما مطالعه کردیم، در کشور مثل افغانستان شما نمیتونین که خواص یا خاصیت چندگانه یا دوگانه مشاهده کنین. همه اتباع یک کشور، همه شهروندان یک کشور، همه مردم یک کشور، همه مردم یک سرزمین، یعنی کشور به نام افغانستان، همه اقوام افغانی که اتباع افغانستان گفته میشن، اینا در یک چیز با هم وجوه مشترک دارن. افغان ها مردمانی هستند که وقتی که افغان ها میگویم یا از افغان ها یاد میکنم، منظورم یک قوم خاص نیست. تمام اقوام یا اقشار ساکن در افغانستان افغان گفته میشن. ای که هر کس از خود یک برداشت داره و یک طرز تفکر داره و بر خود یک تاریخ ساخته، مشکل خودشان است. اما ما خود را افغان میدانیم و زاده کشور به نام افغانستان هستیم و به او مباهات و افتخار میکنیم. افغان ها مردمانی هستند که شما هیچ وقت نمیتوانید آنها را بخرید، اما هر وقت بخواهید میتوانید آنها را برای مدت بسیار کوتاه به اجاره بگیرید. خواستم در این تبصره قبل از آن که برویم بر سر اصل مسئله که آیا افغانستان رای حل برای بیرون برآمدن از این بنبست دارد یا نه، در رابطه با نظریه یا نظریه بازی با گیم تیوری گپ بزنم تا به تقاضای دوستان رسیدگی شود. بعدا بپردازیم به بس این که چرا با سرنوشت افغانستان در طول تاریخ معاصر بار بازی شده است. برداشت من این است که بازی با سرنوشت افغانستان ریشه در تیوری بازی دارد. تا این تیوری را درست بلد نشویم، مشکل است دقیقا بدانیم چرا بازی کردن با سرنوشت یک ملت در برخی حالات برای کشورهای همکار افغانستان منصفانه به نظر می آید. تیوری بازی چیست و چرا دانستن آن مهم است؟ ساده ترین قضیه که برای دانستن این تیوری همیشه در پوهنتون ها مطرح می شود، قضیه دستگیر شدن دو متهم به دست پلیس است. به اساس این قضیه، دو متهم که هر دو شریک جرم هستند به دست پلیس دستگیر می شوند، اما پلیس اسناد کافی برای زندانی کردنشان ندارد. بنان تصمیم می گیرد از یک تکتیکی برای اقرار این دو متهم استفاده کند که بعدها تبدیل شد به آغاز یک فصل جدید در دنیای تجارت، ریاضی، اقتصاد و سیاست. پلیس این دو متهم را در دو اتاق جداگانه توقیف می کند و بعدا برای هر کدامشان به صورت انفرادی می گوید اگر هر دویتان اقرار کنید، هر کدامتان 5 سال زندان می روید. اگر هر دویتان اقرار نکنید و خاموش بمانید، هر کدامتان 1 سال زندان می روید. اما اگر خودت اقرار کنی و همکار جرمیت اقرار نکند، تو رها می شوی و همکارت 20 سال به زندان می رود. با این تکتیک پلیس هر دو مجرم را بسیار به آسانی مجبور به اقرار یا اعتراف می کند، با وجود که می دانند که اگر اقرار نکنند بهترین گزینه را به دست خواهند آورد. دلیل اصلی که اقرار می کنند این است که نمی توانند بالای همدیگر اعتماد نمایند. به اساس حکم این تیوری، انسان ها در حالات استراتژیک به اساس محاسبه خودش
و بهترین گزینه که برایش مهیاست تصمیم میگیرد، نه به اساس بهترین گزینه که به خودش و به طرف مقابلش مهیاست. چرا؟ دلیل مهم این است که هر بازیکن فکر میکند که فریب دادن توسط همکارش برای او بهترین گزینه را میدهد. در ضمن میداند که اگر خودش فریب بدهد بهترین گزینه را که رها شدن است به دست می آورد. در ضمن میداند که اگر اعتماد کنم ممکن است احمق ساخته شوم. بنابراین هر دو طرف به صورت منفردانه تصمیم می گیرند که بازی فریب را پیش ببرند تا بازی همکاری را. این بازی به این شکل به خاطر صورت می گیرد که هر دو متهم قرار است این بازی را یک بار انجام بدهند. بازی را بار بار بازی کنند، در آن صورت به احتمال زیاد هر دو طرف می دانند که اگر من در این دور بازی فریب بدهم در دور بعدی طرف هم مرا فریب خواهد داد. بنابراین چانس همکاری بسیار زیاد می شود و هر دو مجرم می توانند به خاطر به دست آوردن گزینه یک سال زندان با هم همکاری نمایند. بنابراین در دنیای بازی های ممتد که تاریخ بدون شک یک بازی ممتد است، چانس همکاری همیشه از چانس فریب بیشتر است. اما چرا در افغانستان چنین نمی شود؟ دلیلش را من در پایان این تبصره از نظر خودم برایتان بیان می دارم. بیایید برای فعلا از تشریح تئوری بازی با بازی های مغلق و پیشرفتش خودداری کنیم تا این بحث تبدیل نشود به بحث کاملا اکادمیک و اصل مسئله به حاشیه بیفتد. می رویم بر سر این مسئله که چرا استراتژی بازی امریکایی ها با افغان ها برای بار دوم در تاریخ بازی فریب شد. چرا در گذشته های دور هم وقتی کشورها خواستند با افغانستان همکاری نمایند نتوانستند و در نهایت بازی فریب را فریب اجرا کردند. خصوصا پاکستانی ها و ایرانی ها که خیلی به این وضعیت سردوچار شدند. حتی ایندی ها در بازی فریب و همکاری با افغانستان ناچار شدند استراتژی فریب را بازی کنند. این یک بحث بسیار مهم و جدی است که بسیار بحث مفصل به کار دارد. یادم از روزه یکی از نزدیکان احمد شاه مسعود از من سوال کرد که با وجود این قدر همکاری و همفکری که ما با امریکایی ها داریم و خدمات زیادی برایشان انجام دادهیم و انجام میدهیم، چرا آنها هیچ وقت ما را به چشم دوست و همکار نمی بینند؟ جواب من برای آنها دقیق همان چیزی بود که حالا برای شما هم بازگو میکنم. تمام سیاستمداران و سیاستگزاران دنیا پیوسته تاریخ میخوانند و برای تصمیم گرفتن در مقابل ملت‌های دیگر پیوسته شیوه های بازی آنها را با ملت های مختلف در مواقع مشابه مورد بررسی قرار می دهند. درست مثل اینکه یک از آن مجرم ها بخواهد برای تصمیم گیریش اول درباره گذشته همکار مجرمش کمی مطالعه کند و ببیند که در جرایم قبلی وقتی او با متهم دیگر دستگیر شده بود چه نوع بازی کرده بود، آیا فریب داده بود یا همکاری کرده بود. حالا اگر هر کدام شما خود مستقلانه بروید و گذشته بازی سیاستمداران افغان را با این کشورها مطالعه کنید، خودتان می توانید تا حد زیاد متوجه منطق بازی فریب کشورهای مانند امریکا، انگلستان، ایران، روسیه، پاکستان و یا هند شوید. متاسفانه تاریخ بازی ما در گذشته پیوسته استراتژی فریب بوده است. اما تاریخ را برای ما هیچ وقت سیاستمداران ما صادقانه بیان نکردند. جعل تاریخ باعث آن شده است که ما بازی استمراری را پیوسته من حیث بازی یک باره که صرف یک بار بازی می شود بازی کنیم. این مسئله اساسی مشکل ماست که هر بار می خواهیم با کدام کشور بازی همکاری را انجام بدهیم مایوس می شویم. دلیل چیست؟ یا به عبارت دیگر چرا؟ طرف مقابل ما می داند که ما در گذشته چگونه بازی کرده ایم
و بناهن به استناد همان همراه ما بازی میکنند. اما طرف خود که از واقعیت های تاریخ هیچ وقت برایش کسی صادقانه بیان نکرده است، هیچ نمیداند گذشتگانش چه استراتژی را بازی کرده بودند تا آنها هم عین استراتژی را بازی کنند. مثال خوب آن آقای کرزی است که از تاریخ هیچ نمیدانست و نوزن نمیداند و صادقانه خواست با امریکایی ها داخل یک تعامل شود، در حالی که امریکایی ها از گذشته بازی افغان ها مخصوصا حامد کرزی برداشت متفاوتی داشتند. در 5 سال اول امریکایی ها استراتژی فریب را بازی می کردند و کرزی استراتژی همکاری را بازی کرد، ولی زود متوجه شد که دارد نقص می کند. بعدا او هم شروع کرد به بازی فریب، ولی تا آن وقت دیگر خیلی دیر شده بود. یادم است در سالهای اول حکومت حامد کرزی ما از امریکایی ها می پرسیدیم که چرا نمی توانید بالای کرزی اعتماد کنید؟ او را خودتان به قدرت رساندید و به همراه شما اینقدر نزدیک است که نان شبش را بدون مشوره با شما نمی خورد. پس چگونه فکر می کنید که او هنوز هم استراتژی فریب بازی خواهد کرد؟ جوابشان بسیار کوتاه و مایوس کننده اما سخت متاثر از درس‌های تاریخی افغانستان بود. می گفتند در کتابخانه کنگرس امریکا در قبال هر ملت معلومات زیاد جمع‌آوری کردند که بر اساس آن ما ناچار هستیم سیاست گذاری کنیم و با هر کشور داخل تعامل شویم. در این کتابخانه در قبال افغانستان یک جمله درشت نوشته شده است که نمی شود از آن چشم پوشی کرد. چه جمله ای؟ افغان ها مردمانی هستند که شما هیچ وقت نمی توانید آنها را بخرید، اما هر وقت که بخواهید می توانید آنها را برای مدت معینه به اجاره بگیرید. حال این نقل قول از تاریخ نویسان گذشته غربی است که در آنجا حق شده است، ولی هر باری که ما در روابط خود با کشورهای مختلف موقف میگیریم و تصمیم میگیریم، سیاستگزاران کشورهای دنیا میروند و دوسیه گذشته ما را یک بار دیگر مرور کرده یک جمله دیگر به آن اضافه میکنند. من بررسی جزئیات گذشته را میگذارم برای خوانندگان یا برای بینندگان ارجمند یا برای هموطنان عزیز، ولی این تبصره یک نکته را میخواهم به بسیار وضاحت بگویم که بزرگترین اشتباه سیاسیون ما در افغانستان این است که پیوسته تاریخ خود را برای خود جعل میکنیم و هیچ وقت فکر نمیکنیم که این جعلکاری برای مردم دنیا هیچ تأثیر نمیگذارد. آنها تاریخ را همان طوری که است درج میکنند و بسیار با امانتداری برای نسل‌های آینده خود میسپارند. این کار ما صرف باعث آن می شود که هر نسل افغانستان در بازی های بین المللی با چشم کور و گوش کر ظاهر شوند. حامد کرزی مثل که قبلا ذکر شد بهترین مثال این درس تاریخی است. اگر از کرزی بگذریم، همین سقوط جمهوریت به رهبری اشرف فراری در کابل یک درس بسیار بزرگ برای نسل های آینده کشور ما می تواند باشد. اما خوب به دقت ببینید که سیاسیون افغان با آن چگونه دارن برخورد میکنن. بجز خاموشی و اخفال مردم چیزی دیگری به خورد مردم نمیدهن تا دیگران از اشتباهشان چیزی بیاموزد. بازی فریب که در مقابلشان صورت گرفته است را برای نسلهای دیگر خود با امانتداری تشریح نمیکنن تا آنها چیزی بیاموزند. این دقیق همان کاری است که باعث میشود نسل‌های آینده همیشه فکر کنند ما بر حق هستیم و دیگران در حق ما جفا میکنند. تعداد زیاد هموطنان ما به شمول خودم خوشبینانه به امریکایی ها یا به خارجی ها اعتماد میکنیم و منتظریم چه وقت امریکا ما را از این منجلاب نجات میدهد. امریکا به کدام دلیل شما را به این منجلاب انداخته است که شما را نجات بدهد؟ زیاد هم نمی گذارد، فقط 1 سال یا 1 سال و اند. چون ما نمی دانیم که
بازی فریب فریب امریکایی ها در برابر افغان ها یا سایر ملت ها چی خواهد بود؟ این را درک نمی کنیم، تجزیه و تحلیل نمی کنیم که ایالات متحده امریکا با صرف صدها میلیون دلار چه اهدافی در افغانستان داشت. یعنی فقط از بنگ بردن طالبان، آوردن کرزی و اشرف غنی و بعد باز هم آوردن طالبان. هر وقت که هدف ایجاب کنه، هر وقت که هدف مهم باشه، امریکا امو کار میکنه. امریکا نه عاشق چشم مست، نه عاشق چشم شماست، نه عاشق چشم آریانا سعید است، نه عاشق چشم حامد کرزی و اشرف غنی است. امریکا با دنبال منافع خود است. با در نظر داشت این واقعیت تلخ چگونه می شود این کشور را از این چرخش کاسه دولاب بیرون کشید؟ دو راه پیش نداریم. اول اینکه به تمام دنیا پشت پا بزنیم و تمام دروازه های کشور را برای همه کشورهای دنیا ببندیم و افغانستان را در انزوای کامل بین المللی برده فقط با آنچه خودش دارد افتان و خیزان پیش برویم. این درست همان استراتژی است که یک بار ملا عمر آن را روی دست گرفت. دوم اینکه تئوری بازی را دقیق یاد تاریخ را بگیریم و با دقت و با چشم و گوش باز و بدون خودخواهی مطالعه کنیم، با دنیا به اساس واقعیت‌های عینی گذشته تصمیم بگیریم. در هر دو حالتش ما با سه مشکل جدی روبرو هستیم. تا زمانی که برای آنها راه حل پیدا نتوانیم، راهی به سوی ثبات و رفاه نخواهیم یافت. یک، مردمی داریم که دانش مبتنی بر عقاید را بیشتر ارزش میدهند تا دانش مبتنی بر علم. دوم، جغرافیایی داریم که محاط به خشک است و بیش از 90% آن کوهستانی است. سوم، گذشته‌ای داریم که به اساس آن هیچ کشوری حاضر نیست با ما همکاری کند. هر کدام این مشکلات به تنهایی خودش چنان عظیم و گسترده است که به سادگی میتواند ملتی را از پا بیاندازد. حال چه رسد به این که هر سه مشکل را در عین حال داشته باشید؟ با این جمله من موافق نیستید؟ بروید و سرگذشت ملت‌های مشابه افغانستان را مطالعه کنید. ما انسان‌ها معمولاً در قبال بررسی کمبودی‌های دیگران بیشتر صادق هستیم تا در مقابل کمبودی‌های خود ما. من در چند روز آینده برای بیرون رفت از این گرداب بزرگ راهی را برای شما بازگو می‌کنم، ولی قبلاً درخواست و اعتراف کنم که رسیدگی به چنین یک مشکل بزرگ به هیچ وجه کار ساده و آسان نیست که در چارچوب صفحات مجازی بتوان با آن رسیدگی کرد و یا در یک برنامه یک ساعته یا دو ساعته تلویزیونی. فقط در حد میخواهم بگویم که حس کنجکاوی شما را تحریک کرده و باعث شود تا همه در قبال این مسئله بیشتر فکر کنیم و بیشتر چاره بسنجیم. تا آن وقت منتظر خواهیم بود که شما در این باره چه فکر میکنید. از گپ میخیزد. زمانی که حامد کرزی با امریکایی ها بر سر پروسه صلح، حملات شبانه و توافقنامه امنیتی روابط تنش آلود داشت، برخی ها از ترک نیروهای غربی و قطع کمک ها ابراز نگرانی میکردند. کرزی اما نگران نبود. درگیری های لفظی او شبیه خشم یک دوست نازدانه، جاهل و نادان برای جلب توجه بود. او ظاهرا یقین داشت که امریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. از این رو میکوشید شرایط ماندن آن کشور را تا حد امکان به مسیری که خودش با مغز غیر متفکر خود درست میدانست هدایت کند. کرزی هیچ وقت برای ساختن حزب یا حرکت که قدرت، یعنی قدرت بسیج مردمی داشته باشد تلاش نکرد و سازمان‌های مردمی هراس داشت. بیشتر سیاستمداران مشهور دیگر نیز تصورشان این بود که امریکا بعد از چند دهه توانسته است جای پای در افغانستان بیابد و با صرف صدها میلیارد دلار و ساختن پایگاه‌های بزرگ و پر از امکانات پایش را در افغانستان محکم کرده است. لذا
تا زمان نامعلوم اینجا خواهد ماند. از حکومت مرکزی دفاع خواهد کرد. این مهم نیست که در رأس حکومت مرکزی کی خواهد بود. به متحدان نازدانش پول خواهد پرداخت مانند گذشته و در روزهای خطر تیارات بی سرنشین، راکت‌های پیشرفته و مادربم‌هایش را برای حمایت متحدان افغانش به کار خواهد بست. این اطمینان از حمایت خارجی مانع بزرگ بود و چشم حاکمان و سیاستمداران صاحب نفوذ را از دیدن نقش مردم و ضرورت کار برای جلب حمایت وطنداران ما محروم کرد. آنان پشت به مردم و رو به منابعی که از آنها دلار و حمایت نظامی آمد مشغول برنامه ریزی ها برای آینده ای بودند که در آن فرزندان و نوادگان خودشان حاکم باشند. هیچ وقت فراموش نمی کنم. روزی من در هتل اینترکانتیننتال اقامت داشتم. از گپ می خیزد. و من نه کدام منصب داشتم، نه کدام مقام داشتم. نهاد ما بارها اعتراف کردیم و حال هم اعتراف می کنم که من با زلمه خلیزاد دوستی بسیار دیری نداشتم. حال نه، تا 7 سال 8 سال پیش. بنان روز ما از ایالات متحده آمریکا به کابل می آمدم. و طور که گفتم در هتل اینترکانتیننتال هم اقامت می گزیدم. خانم خلیلزاد که در کمپانی رن کار میکرد و ما یک پروژه مشترک برای اطفال افغانستان به پیش بردیم یا به پایان رساندیم، به ما یک باکس بگویم یا یک پکیج حاوی دواهای خلیلزاد داد. گفت ایرا به شوهرم بده یا به همسرم بده که به دواهایی که ضرورت داره ای باید برش برسه. خب ما امی بکس همراه خدا آوردم در هتل اینترکانتیننتال. اکثر وزرای حامد کرزی همه نشسته بودن. در اخیر من خلیزاد گفتم که آقای خلیزاد، ما برای شما یک پکیج آوردیم، یک بکس بسیار کوچک آوردیم که حاوی دواهایتان است و ایر خانمتان براتان داده. من میرم ایره از اتاق خود میارم. شما باور کنین این بکس نبود که یک صندوقچه جواهرات بود. چون هر وزیر، هر سفیر، هر مشاور، هر سرمشاور، هر قماندان، هم هر به اصطلاح سالار و نایب سالار، هر کس تلاش داشت تا این بکس بگیرن و به موتر آقای خلیزاد بانن. من با خود گفتم که یک بکس حاوی چند دوا ایجابی رو میکنه که این وزرای ما، این بزرگای ما، این سیاسیون ما که فردا بر چوکی ها یا مناصب بلند حکومتی میشینن، اینا اینجا یک بزکشی رو انداختن به خاطر که یک خوش خدمتی کرده باشن بر آقای خلیزاد. این یک نمونه ما افغان هاست. در این گروه تنها یک قوم خاص نبود، همه بودند. پنجشیری ها بودند، پشتین ها بودند، برادرای هزاره ما بودند، ازبک ها بودند. برای اینکه من پیشتر براتان گفتم افغان ها در یک چیز خاصیت مشترک دارن، یعنی در خوشخدمتی، در مداهی، در سخنچینی و در چاپلوسی. بنابراین سیاست خانوادگی شده بود و خانواده هایی که سیاست و ثروت را انحصار کرده بودند تصور داشتند که فرزندانشان حاکمان آینده خواهند بود و تلاش میکردند جانشینان خانوادگی خود را هنر تماس با خارجی ها و بازی با داخلی ها را بیاموزند. ما شاهد هستیم. مارشال قاسم فهیم وزیر دفاع، معاون رئیس جمهور و کل مختار امور نظامی افغانستان. اما ثروت و دارایی و اندوخته های آقای قاسم فهیم ایجاب میکرد که باید از خود یک وارث داشته باشه تا این همه سرمایه و ثروت او به اصطلاح نگه داره و از او استفاده بکنن. آقای قانونی به هر صورت 2-3 بچه خود در وزارت خارجه داخل کرد و از خود بازمانده های ماند. 3 بازمانده. آقای عطا محمد نور تا جای پیشرفت کرد که پسر خود شامل هیئت مذاکره با طالبان ساخت. برای از اینکه همه چیز تحت شرایط پیش می رفت. هر شرط که اشرف غنی می ماند اینا هم شرط می ماندد. به می صورت عبدالرشید دوستم بچه و دختر خود تا سرحد
سناتوری و وکالت رسان. سایر جنگسالاران، هر کدامشان، حتی خرده جنگسالاران از فرزندان خود وارثینی ساختند که فردا بتانه دولتشان پیش ببره و از جانب سرمایه هایشان حفظ کنند. امروز که اینا مبارزه میکنند و در شهرهای مثل استانبول یا دبی یا انقره جمع شدن، اینا به خاطر مردم افغانستان یا به خاطر بدبختی ملت افغانستان اینا صدای خود بلند نمیکنند. اینها به خاطر او دارایی ها، او سرمایه های سر زمین و زیر زمین مبارزه میکنند که امروز در افغانستان مانده. این قصرهای که اینها زندگی کردن، این خانه های که اینها ساختن، شهرکایی که اینها ساختن، به این سادگی نمیخواهند امتیازات خود از دست بدن. بنابراین به بهانه حمایت و مبارزه در راه آزادی چنین وانمود میسازند که ما وارثان احمد شاه مسعود هستیم، ما وارثان احمد شاه بابای بزرگ هستیم، ما وارثان پادشاه سابق افغانستان هستیم، ما وارثان عبدالعلی مزاری هستیم، ما وارثان نمیفهم فلان هستیم، ما وارثان فلان هستیم. بنان اینا فکر میکنن که این رسالت است که از او بزرگایشان بر اینا مانده و اینا مجبور هستن این رسالت انجام بدهن، در حالی که این چنین نیست. حتی در ماهای پایانی جمهوریت آنان حاضر به پذیرش واقعیت نمی شدن و سناریوهای غیر از احتمال خروج ایالات متحده امریکا و ناتو را همیشه محتمل می دانستن. حتی آنگاه که دیگر فروپاشی ناگزیر به نظر می رسید، باز هم تصور می کردن که آنها برای امریکا و ناتو سرمایه هستند و در اداره بعد از جمهوریت جایگاهشان محفوظ خواهد ماند. آنان هنر دیدن به مسائل از چشم دوستان خارجی را از تاریخ نیاموخته بودند. بیشتر سیاستمداران شریک دسترخوان جمهوریت نمی توانستند به مسائل افغانستان از چشم امریکایی ها نگاه کرده و متوجه شوند که دوستان خارجی منافع را تعقیب می کنند که لزوما همیشه با منافع دوستان افغانشان همسو نخواهد بود. بالاخره همه داد و بیداد و واویلا میکنند و به نکوهش میپردازند. چرا زلمه خلیزاد این را کار را کرد؟ چرا زلمه خلیزاد این خیانت را مرتکب شد؟ در این که زلمه خلیزاد یک افغان است و در وجودش خون افغانیت وجود داره، این مسئله جداگانه است. اما یک آدمی که به اصطلاح دو دست و دو پای فکر خود، اندیشه خود، وجدان خود، قلب خود تسلیم یک قدرت خارجی میکنه و دست پرورده او کشور خارجی میباشه و تابع او کشور خارجی میباشه، عضو دائمی شورای امنیت یک کشور میباشه، او دیگه به خاطر از این قدر خود زبون نمیسازه که او هم امتیازات خود به خاطر از این از دست بده که فردا یک جنگسالار باز حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان شود. امریکا یک کشور کثیر الملت است. امریکا یک کشور است که از اقوام چی که از ملت‌های مختلف ساخته شده. شما به گذشته امریکا برگردین، امریکایی‌های اصیل، اما امریکایی‌های سرخپوست بودن که حالا شاید تعدادشان به 1000 یا 2000 نفر برسه. مک امروز میگم امریکایی افغان تبار، ما قسم خوردیم، ما سوگند خوردیم که از منافع امریکا دفاع میکنم. اما شما شاهد هستین که ما وظیفه خود باعث یک افغان هر عنوانی که شما برش میگذارین، وطن فروش یا وطن پرست، گاه گانه که چندین بار به نکوهش و به انتقاد امی امریکای ما پرداختیم که امروز ما تبعیش هستم. من نمیتانم چیزای خوبی را که از امریکا آموختیم و نمیخوایم اینقدر انسان مداح و متملق و گفتی مردم پلبین و مرتجی باشم که هر روز به گفته احمد شاه مسعود گفتن ربانی چطور آدم است، گفت هر طرف که شمال باشه اون همون طرف میره. ما از اون آدم هایی نیستم که بر باد بلرزم و بر طرف برام. در امریکا زندگی میکنم، انتقاد میکنم از حکومتش، قانون به من اجازه داده. من با ملت امریکا کار ندارم، برای که خود من جز اتباعی امریکا هستم. آنان نیاموخته بودند که چطور در گذشته ها بریتانیا در کشور ما
شاه بدل میکرد و علی رغم تعقیب دوامدار منافع خود در افغانستان و منطقه حاضر بود متحدان وابسته های دیروزشان را به هند تبعید کرده جای آنان را به کسانی که دشمنان دیروز بودند بسپارند. آنان نیاموخته بودند که چگونه امریکا و متحدانش احزاب و گروه های به اصطلاح مجاهد را پس از سقوط شوروی سابق به میدان رها کردند و از بازمانده های آن گروه ها نیروی طالب را شکل دادند و عاقبت طالب را کنار زده مجاهدان دیروز را در قافله دموکراسی فقط با تغییر لباس کلاه و پکول و ایزار و به اصطلاح واسکت دور رفت و جایش آخرین مدل دریجی ها و لباس های غربی گرفت وارد میدان کردند. سیاستمداران دوران جمهوریت نمیخواستند بدانند که استمرار یا ادامه حضور امریکا لزوماً به معنای دوام حمایت آن کشور از افراد یا روند مشخص نیست، بلکه در هر فصل میتواند بازیگر و متحد تازه‌ای را به میدان بیاورد. حالا که یک سال و چند ماه از حاکمیت طالبان گذشته، هنوز اشخاص مشهور سیاسی افغانستان کمتر در پی اصلاح اشتباهات گذشته و تدبیر برای آینده اند، بلکه بیشتر چشم ها همچنان به خارج دوخته شده و منتظرند که طالب ناشایستگی خود را برای خارجیان ثابت سازد تا بار دیگر نوبت به غیر طالبان برسد. آنان هر گونه فعالیت را مشروط به حمایت خارجی می دانند و هیچ روزنه ای را در خلق حرکت داخلی برای تغییر نمی بینید. بعضی حرکت ها یا بعضی احزاب یا جمعیت های مثلا امروز ظهور کردن که ادعا میکنن ما مبارزه میکنیم. مبارزه یا خط سیر داره. شما از کجا شروع کردین؟ چی میخواین بکنین؟ و پلان دو سال بعدتان چیست؟ به چه تعداد اعضا دارین؟ حامی تان کیست؟ حامی خارجی دارین؟ حامی داخلی دارین؟ همه پت و پنهان است. بنان هیچ کس نمیخواه، آرزو نداره در یک پروسه یا در یک عملی سیاسی داخل شود که نه گذشتهش معلوم بود، نه حالش معلوم است و نه آیندهش معلوم است. نقش کشورهای خارجی در تحول اوضاع افغانستان را نمیتوان دست کم گرفت، اما باید از خود بپرسیم که این نقش و سنت دیرین چشم دوختن به جیب و دهان حامیان خارجی چی سودی برای مردم افغانستان داشته و تا چه حد مایه بربادی و جنگ بوده است. این خطر وجود دارد که نیروی جوان کشور نیز متاثر از سنت اتکا به حامیان خارجی به توانایی خود برای ساختن حزب، تشکیلات و اتحادیه و کار پایدار و طولانی در میان مردم ارزش لازم قائل نشوند. دیده می شود که امروز آنان نیز بیشتر انرژی خود را صرف لابیگری خارجی و فریاد زدن رنجهایشان بر سر چوک جهانی صرف می کنند و انتظار دارند که تویتر و تریبیون های بین المللی باعث نجاتشان شوند و تنشان را پس دهنده صلح بیاورند و زمینه کار را فراهم سازند و برایشان هنر همزیستی و وطنداری را بیاموزند. این غفلت بزرگ است، غفلت تاریخی و مزمن. نسل امروز اگر از حساب دو چشم حداقل یکی را به سمت دست‌ها و توانایی‌های خود نچرخاند، روزگار بهتر از گذشتگان نخواهد داشت. بزرگترین درس ناکامی‌های سیاسی گذشته این است که از اتکای افراطی به بازیگران خارجی اجتناب کنید. خارجی ها حتی اگر تمام دلارها و نیت های نیک خود را بسیج کنند، نمی توانند
وطنی را به ثبات برسانند که سیاستمدارانش رو به داخل و مردم خود ندارند. زندگی قدرتمندان در 20 سال گذشته چون فیلم مستند در برابر چشمان شایق آموزش سیاست قرار دارد. کتاب ها، مجلات، آرشیف، رسانه ها و خاطرات همه ما پر از اسناد است که می توانیم از آن راهکار نجات ملی بسازیم. با آن تجارب مستند اگر دقت کنیم در می یابیم که سیاست مدارانی که با ملت خود با خشم و با بیگانگان چاپلوسانه سخن می گویند سرنوشت شوم دارند و حاکمانی که برای اعتماد مردم ارزش قائل نباشند و انتخابات را به تراژدی تحقیر رای دهندگان بدل کنند دیر نخواهد پایید. باز هم از گپ می خیزد. از رسانه گفتیم. اول تعداد زیاد ما افغان ها نمی دانیم که رسانه چیست. فقط شنیدیم که رسانه ها گفت. اما یک روز تحلیل نکردیم که این رسانه چی است. مثل قشر فهمیده و قشر روشنفکر و قشر با تعلیم و با دانش صحبت نمی کنم، برای که تعدادشان در افغانستان تقریبا 40 میلیونی بسیار کم است. برای تعریف رسانه می شود به فهرست شامل تلویزیون، فیلم، رادیو، روزنامه و اینترنت فکر کرد. اما چنین فهرست ویژگی مشترک عناوین خود را به سادگی آشکار نمی کند. شاید راه حل این باشد که رسانه را به صورت تکنولوژی هایی که پیام ها را به مخاطبان در نقاط مختلف دنیا و کشور و حتی جهان منتقل می کنند تعریف کنیم. اما این تنها تعریف رسانه نیست و نویسندگان و متفکران مختلف تعریف های بسیار متنوع از رسانه ارائه دادند. به هر صورت برمیگردیم به اصل موضوع. طالبان از رسانه های آزاد، از خبرنگاران مستقل و از نهادهای خبررسانی غیر وابسته بیش از هر چیز دیگر هراس دارند و همه تلاششان به کار می رود تا جلو فعالیت آزادانه رسانه ها را بگیرند. خب من فکر میکنم که طالبا یک برداشت و قرائت بسیار تندروانه از اسلام دارند. همانطور که در گذشته مردم از رفتارشان، از حکومتشان بین سالهای 1996 تا 2001 آگاهی دارند، اونا به زنها بیشتر زمینه کار در جامعه در گذشته ندادند. زنها حضوری بسیار محدود داشتند و حتی نمی توانستند که به دانشگاه بروند و در سیاست نقش نداشتند. اما طور که در گزارش شما هم آمده بود، بدون شک یک نوع ترس و نگرانی از آینده افغانستان به شدت جریان دارد، مخصوصا در ارتباط با زنها. طالبان به فعالیت‌های رسانه‌ای مستقل از منظر امنیتی استخباراتی می نگرند، نه از منظر حقوق طبیعی و منفعت همگانی. لذا هر تحرک را که بیرون چارچوب تعریف شده این گروه باشد، مساوی با جنگ و فعالیت نظامی تلقی می کنند. تنها طالبان نیستند، همه نظام های دکتاتور بیخبر نگه داشتن مردم را استراتژی اساسیشان می دانند. من با این مشکل در تمام 20 سال گذشته چی که در 40 سال گذشته مواجه بودم. آقای کرزی دو بار توسط آقای داودزی و یک بار توسط سخنگوی خود به من پیشنهاد کرد که تو چی کار داری؟ چی میخوایی؟ دست از سر ما بردار. اما من یگانه کسی بودم، یگانه صدایی بودم که علیه دولت و حکومت و شخص حامد کرزی مبارزه میکردم و حقایق به مردم میگفتم. من هیچ وقت مسائل شخصی را کنار بگذاریم. کرزی هم قندارین بود، هم دورانین بود. از هر نگاه بسیاری از قندهاری ها، دورانی ها اعضای خانواده کرزی تا امروز با من صحبت نکنن. برای 1000 سال دیگه هم صحبت نکنن. وقتی کرزی 13 سال رئیس جمهور افغانستان بود، او وقت با من صحبت نکردن، بعد از این ما امروزشان صحبت نمیکنن. واضح. همچنان اشرف غنی را اکثر مردم میدانن که از
دوستان ایام طفولیتم بود. یعنی به او شکل نیست که تعداد از هموطنان ما در سن 25 یا 30 یا 35 یا 40 میگن آمد زایر رفیق ما بود. اما آمد زایر هیچ وقت تولد نشده بودی. یا هر کس به ذوق خود یک برداشت از زندگی و از شهرت آمد زایر میکنن. من مثال برزی دادم که من در مورد اشرف غنی چیزی که میگم براتان و چیزی که میگفتم این یا وسرایی نبود. من با شناختی که از 7 سالگی با اشرف غنی داشتم و روحیاتش و سایکولوژی یا از دخت نظر روانشناسی که مورد تحلیل تجزیه کرده بودم او یک مریض بود. من بارها میگفتم که عقل سلیم در بدن سالم است، اما فکر میکنه که نه، چون این چوکی نداده، چون این مقام نداده. برای من بالاترین مقام از مسئولیت یک تلویزیون جهانی بیشتر بود. حال کجا هستن کمینرهایی که سرمد صدا میکنن و میگفتن که تو تبلیغات منفی میکنی؟ امروز افتخار میکنم، خوشحال هستم هر جمله که گفتیم، هر واژه‌ای را که ادا کردیم علیه هر کدام اینها، از نور محمد ترکی تا سقوط حکومت حامد کرزی و اشرف غنی، من هیچ ندامت و پشیمانی ندارم. من نمیخواستم و آرزو نداشتم من دولت من شوم، من صاحب ثروت شوم از راههایی که از خون مردم افغانستان به دست می آمد. بر صورت درباره اعمال دستگاه حاکمیت، وقایع در عرصه عمومی که بر زندگی مردم و سرنوشت همگانی تأثیر گذار است، از نظر چنین رژیم های مردم که بیخبر بانند یا مردم بیخبر به نیروهای خونسا و بیخاصیت تبدیل می شوند که هر کار در حق آنان امکان پذیر است. همچنان که در دوران حکومت کمونیستا چشم و گوش همه به تلویزیون بی بی سی یا صدای امریکا بود، امروز متاسفانه که بازم دستگاه تبلیغاتی مردم افغانستان، اکثریت مردم افغانستان، 40% نفوس افغانستان به دست لندن و واشنگتن است و به نام نمیفهم افغانستان انترنشنال، به نام صدای امریکا و به نام رادیو آزادی و به نام دیگه و دیگه. اما آیا شما هیچ فکر کنید که این صدای پاک مردم افغانستان نیست؟ امروز ایجاب میکنه که منافع کشورها با منافع مردم افغانستان در یک خط موازی قرار بگیره. که من این استقبال میکنم، خوشحال هستم که امروز این تلویزیون ها یا این رادیو ها یا این نشرات موازی با خواسته های مردم افغانستان حرکت میکنن. اما در آینده اگر کوچکترین اختلاف، مخصوصا اگر اهداف کشورهای غربی تغییر کنه در قبال افغانستان، بعد از اون باز شما ببینید که خط سیر یا مسیر نشراتی این تلویزیون ها و این نشرات یا این رسانه ها هم تغییر میکنن. بدون اینکه خطر متوجه دستگاه حاکم شود، خطر برای دستگاه های دیکتاتوری از لحظه آغاز می شود که مردم به اطلاعات دست پیدا کنند. اگر مردم بدانند که منابع عمومی چگونه حیف و میل می شود، در ارائه خدمات به مردم به چه اندازه کوتاهی صورت می گیرد، قانون تا چه اندازه نادیده گرفته می شود، صلاحیت های فراقانونی تا کجا گسترش یافته است، مافیا به چه پیمانه در دستگاه نفوذ کرده است، تبعیض به چه سرحد رسیده است، فساد چه ابعاد پیدا کرده است و منافع عمومی چگونه قربانی منافع فردی یا گروهی شده است. اراده برای تغییر پیدا خواهند کرد؟ مردم با پی بردن به عمق فاجعه که گریبانگیرشان شده است قطعا در پی چاره‌جویی بر خواهند آمد، راه‌های انسجام و هماهنگی را پیدا خواهند کرد و خواسته های فردی را به آرمان های همگانی ترجمه خواهند کرد. هنگامی که اجماع میان نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی بر سر خواسته های کلان به وجود آمد، مانند حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، میکنزیم های نظارتی بر اعمال حاکمان، پاسخگو ساختن مسئولان و جلوگیری از فساد و استبداد، راه مبارزه روشن شده و روند تغییر کلید خواهد خورد. چنین تحولی در یک جامعه بدون فعالیت رسانه ها و اطلاع رسانی مستمر بدون سانسور دستگاه های حکومتی امکان پذیر نیست. اگر رسانه های آزاد وجود نداشته باشند که حالا تعدادشان به تعداد 10 انگشت دست هم نمی رسند، حتی امکان گفتگو میان مردم بر سر منافع عمومی به وجود نخواهد آمد و در نتیجه جامعه به توده بیشک
و ریخت و مردم به عناصر منفرد و پاشیده تبدیل خواهند شد که تنها به کار سواری از سوی حاکمان بیایند. درست است که رسانه ها در مورد خطا میکنند. من خودم هم خطا یا اشتباه کردم، یک بار نه شاید بارها اشتباه کردم، به ویژه هنگامی که نبود مسئولیت در اثر غیاب حاکمیت قانون زمینه طبیعی فعالیت را از آنان سلب میکند. اما این از عوارض جانبی قضیه است و تقصیر به دوش دستگاه سرکوب است و به هیچ صورت از ارزش و اهمیت کار رسانه‌ای نمیکاهد. طالبان حالا با جای پای سایر دستگاه‌های سرکوبگر میگذارند و میخواهند از این طریق حاکمیت چند روزه خود را طولانی‌تر، استفاده جویی‌های خود را از منابع عمومی افزونتر و دست خود را در سرکوب مردم بیگناه افغانستان گشاده‌تر بیابند. مردم نیز به آسانی تسلیم این وضعیت نخواهند شد و مبارزه برای رسیدن به آزادی با همه هزینه هایی که دارد ادامه خواهد یافت. مبارزه برای عدالت خواهی، حق تحصیل و تامین امنیت، سه چیزی که زنان افغان از یک سال و چند ماه پیش با تسلط طالبان بر افغانستان آغاز کردند. به جاده ها آمدند و دست به اعتراض زدند، تظاهرات کردند. اما پاسخ طالبان به این خواسته ها به جز شلیک گلوله، دستگیری، لت و کوب و شکنجه نبود. اما با تمام محدودیت ها زنان به دادخواهی خود ادامه می دهند و استوارتر از پیش قدم می گذارند و صدایشان بلندتر از پیش تنین می اندازد. این بار زنان در اعتراض به حمله بر مرکز آموزشی کاج به خیابان‌ها ریختند و با شعارهای تروریست جنایت می‌کند و جهان حمایت می‌کند طالبان را به پاسخگویی فرا می‌خوانند. تروریستان جنایت می‌کند. جهان حمایت می‌کند. جهان حمایت می‌کند. در حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که منطقه بیشتر هزارنشین کابل است، بیش از 50 دانش آموز کشته شدند و بیش از 60 تن دیگر مجروح شدند. حمله بر مراکز آموزشی، مساجد، مکاتب، شفاخانه ها، ترور هدفمندانه زنان و مردان در مناطق هزارنشین هر روز افزایش می‌یابد. طالبان مسئول این حملات هستند، اگرچه این حملات را داعش به دوش بگیرد و یا هر گروه تروریستی دیگر، اما مسئول فقط طالبان هستند. چون در قدم نخست آنها خود را حاکمان سرزمین می دانند و همچنان بنیانگذار اصلی انتحار و انفجار هستند، پس باید به مردم افغانستان و جهان پاسخ خوب باشد. این تظاهرات برای آنچه که بخش از جامعه افغانستان آن را نسل کشی می خوانند برگزار شده بود. نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید، صبر مردم را امتحان نکنید، خشم مردم خشم خداست. نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید. نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید. اما پاسخ به دادخواهی برای نمردن و صدا برای نکشتن در کشور مثل افغانستان چیزی به جز گلوله نمیتواند باشد. شماری از زنان معترض میگویند طالبان با لت کوب مانع راهپیمایی آنها در غرب کابل شدند. دخترایی که معترض بودند لت خوردن، دان و دندانشان شکستاندند. یک دوست ما که خانم شهلا از سوره به حد لت کردند که ما در موتر انداختیم طرف شبخانه روان کردیم. زنان افغان در زیر سلطه طالبان برای ارزش ها و حقوق مبارزه می کنند که خواست مشروع هر شهروند در هر گوشه جهان است. آنها حق آموزش و تحصیل، حق کار، حق آزادی های فردی و امنیت خود را می خواهند. طالبان در این مدت حتی یک بار هم حاضر به گفتگو با این زنان نشدند و هیچ دلیل موجه برای اقدامات سختگیرانه خود ارائه نکردند و در عوض پاسخ هر اعتراض را با گلوله دادند. رسانه های آزاد مهمترین ابزار مردم در خط مقدم نبرد برای آزادی و حقوق بشر هستند که متوجه زنان افغانستان بوده، حضور دوامدار آنان در 1.5 سال گذشته در صحنه مبارزات مدنی، آزادی خواهانه و حقوق محور نقطه عطف کم نظیر و به شدت امیدوار کننده است. استراتژی حراس و اعرابی که طالبان از بد و حضور خود تا امروز پی گرفته توانسته است روحیه ایستادگی در میان بخشی از مردان این خاک را هم در هم بشکند
و آنان را به پذیرش زبونی و تسلیم وادارد. اما زنان دستیافته به دانش و آگاهی، به توانی‌هایشان پی برده و با دلیری در برابر دستگاه استبداد، شکنجه، شلاق و سرکوب طالبانی ایستادند تا حقوق اساسی خود را با شجاعت فریاد بزنند. همزمانی این جنبش با موج گسترده اعتراضاتی که در ایران برای افتاده و بدنه اصلی آن را زنان مبارز و حق طلب آن کشور تشکیل می‌دهند، باور به توانایی های زنان و نقش آفرینی آنان را در تحولات منطقه چند برابر کرده است. پیش از این تصور می‌شد که جوامع شرقی به زنان اجازه تحرک و فعالیت را نمی‌دهد و فرهنگ شرقی بر تبعیض ساختاری میان مرد و زن استوار است و گویا تقدیر گریزناپذیر این جامعه چیزی جز این نمیتواند باشد. اینک اما معلوم شده است که نادیده گرفتن جهش‌های فکری در نسل نو و تحولاتی که در بطن جامعه رخ داده است بخشی از پیشفرض خطایی بوده است که بسیاری در محاسبات خود گرفتار آن بودند. امروز زنان افغانستان و ایران بخشی از نیروی محرکه تحولات اجتماعی و سیاسی شدند که با تولید نیروی رهایی بخش به مردان سرزمین های خود جرأت آمدن به میدان و دفاع از حقوق انسانی شهروندان را می دهند. اگرچه ایران و افغانستان از حیث توسعه فرهنگی و اجتماعی در یک سطح نیستند و شرایط اقتصادی نیز بسیار فرق دارد، اما تقارن های معنادار این دو را به هم پیوند می دهد. هر دو کشور زیر سلطه ملاهای بنیادگرا قرار دارند. در هر دو کشور حقوق اساسی بشر نادیده گرفته می شود و در هر دو کشور زن تابعه درجه دوم است. از سوی دیگر در هر دو کشور این زنان هستند که دلیرانه به جاده ها آمده و مردان را با مسئولیت تاریخیشان برای دفاع از حقوق اساسی انسان ها واقف می سازند. در افغانستان از هرات تا خوست، از کابل تا مزار و از بامیان تا پنشیر زنان و دختران دلیر فریاد آزادی خواهی و حق طلبی سر داده و استبداد طاغوتی را به چالش کشیدند. این تحرکات دلیرانه با همه مشکلاتی که در برابرش قرار دارد به جویبارهایی میماند که رفته رفته تبدیل به سیلاب گسترده خواهد شد و دستگاه ظالمان و دیکتاتوران را با خود خواهد برد. چند سال پیش از این زنان کوبایی را داشتیم که وقتی از کنیز گرفتن داعش در عراق و سوریه آگاهی یافتند، به جای تن دادن به تقدیرشون و تسلیم شدن در برابر توحش بنیادگرا، دوشادوش مردان جنگجو سلاح به دست گرفته به سنگرها رفتند تا نشان بدهند که انسانیت اصیل، انسانیت مبتنی بر عزت و کرامت انسانی، به زنانگی و مردانگی قابل تجزیه نیست. انسانی که به گوهر وجودی خود پی برده و به نقش تعیین کننده اراده و انتخاب خیشتن آگاه شده باشد، خود به ساختن تاریخ کمر می بندد. چه زن باشد و چه مرد، از آن پیشتر نیز تاریخ بشر زنان مبارز دیگری را در حافظه دارد که در جنگ‌های چریکی برای مبارزات آزادی خواهانه در برابر استعمارگران سهم گرفتند و نامهایشان را در تاریخ استقلال کشورهای خیش حک کردند. زنان افغانستان دیگر آن سیاسرهای سابق نیستند که با انواع تبعیض، تجاوز و ظلم سرکوب می شدند. دیگر حالا پای به میدان مبارزه نهادند و می خواهند این بار تاریخ از آنان بنویسد. تاریخی که نه با مرد سالاری و تبعیض بلکه با انسانیت آزاده و اصیل رقم خواهد خورد. واژه سیاسر یک از ستا واژه است که در جوامع پسرفته مانند افغانستان استفاده زیاد دارد. این واژه یا این لغت از سوی بیشتر مردان و در خطاب به زنان استفاده می شود. در خانواده، خیابان، محل کار یا صنف درسی از این واژه
با تعبیرهای مختلف استفاده می شود که برخی آن را ویژگی مفهومی زنان می پندارن و برخی نیز با شوخی و برخورد طنزی با کلیشه های جنسیتی آن را به کار می برن. جامعه سنتی افغانستان به دلیل بافت بومی مذهبی دچار کلیشه های جنسیتی زیاد است که در سطوح مختلف اجتماعی می توان آن را مشاهده کرد. برداشت های مذهبی با سنت بومی مرد سالاری و نگاه ضعیف به زنان باعث شده است که وضعیت فرهنگی در افغانستان علیه زنان شکل بگیرد. یعقوب یسنا منتقد و نویسنده افغان درباره سیاسر گفته است سر نمایندگی از کلیت وجود انسان می کند. سر در واژه سیاسر به صورت مجازی معادل زن است. از نظر مفهومی هرچی سیاست به بدی و زشتی تعلق دارد. در مناسبات فرهنگی جامعه مرد سالار و سنتی حضور زن در بسیاری از مناسبات اجتماعی ممنوع است. چرا ممنوع است؟ برای اینکه زن سیاسر است. سیاسر در فرهنگ مرد سالار نس معنا می دهد. جهان مرد سالارانه و دیدگاه مردانه نسبت به زنان باعث شده است که زنان جنس ضعیف و نماد بدبیاری دانسته شود. این نگاه از روایت های دینی تا متون ادبی و اسطوره‌ای و همچنان ادبیات گفتاری جا پیدا کرده است که بیانگر دید فرهنگی نسبت به زنان است. زن سیاه سر نیست، سایه سر است. در میان مردم ما بیشتر عادت بر این است که در هنگام یاد کردن از زنان اصطلاح سیاه سر را به کار می برند. این کاربرد نه تنها ویژه مردان است، بلکه بعضی زنان نیز چنین تعبیری را به کار می برند. به گونه نمونه، مردی می خواهد از رفتن مادر، همسر و دخترش به مهمانی سخن بگوید. این مطلب را چنین بیان می کند: سیاسران ما به مهمانی رفتند. برخی از زنان مثلا وقتی می خواهند این موضوع را بیان کنند که این چوکی برای خانم هاست، چنین می گویند: این چوکی برای سیاسران است. اصطلاح سیاه سر واژه آمیخته است از دو کلمه سیاه و سر که حاصل معنای آن تیره روز، شومی و نامیمون است. این تعبیر را دو دسته اشخاص به کار می برند. دسته نخستین، کسانی که آگاهانه و عمدی به اساس همان دید زن ستیزانهشان که حقی به زن قائل نیستند و آنان را در مرتبه فروتر از مردان قرار می دهند. این که صدها و سالیان دراز جفاهای گوناگون بر زنان روا داشتند یا از این جفاها سرسختانه پشتیبانی کردند. دسته دوم، کسانی که ناآگاهانه بدون توجه به مفهوم این تعبیر به تقلید از زبانزد عامه اصطلاح سیاه سر را برای زن به کار می گیرند، بیان که بیاندیشند چه می گویند. اکنون نگاهی بر این اصطلاح نماییم و ببینیم که کاربرد و تعبیر سیاه سر برای زن در ادبیات دینی و کلتوری ما آیا کمترین توجیهی یافته می تواند یا نه. بعضی ها چون خانم ها را ناتوان فکر می کنند، می خواهند آنها را پایین تر از حدشان جلوه دهند. به نحوه قصد صدمه رساندن روحی به آنها را دارند و یا هم می خواهند عکس العمل آنها را ببینند. علاوه بر کاربرد شوخی گونه یا تمسخر آمیز واژه سیاسر، این واژه بیشترین کاربرد را در خیابان ها دارد، در بس ها یا در سرویس های شهری دارد، در تاکسی ها و در به اصطلاح خط آهن ها دارد، جایی که از راننده تا فروشنده و همه برای مخاطب قرار دادن زنان بیشترین استفاده از واژه سیاسر را دارند. استفاده از واژه سیاست در جامعه و روابط غیر خانوادگی یا دوستانه بیشتر تنها گزینه مردم برای مخاطب قرار دادن زنان است. به باور بیشتر استفاده کنندگان، واژه سیاست تا اینکه به هدف خاص استفاده شود تنها نامی است که زنان با آن مخاطب می شوند.
فرهنگ عمید و معین که از واژه نامه های معتبر زبان فارسی دریست، واژه سیاست را به مفاهیم چون زن بیچاره، گناهکار و بینوا تعبیر کرده است. بسیاری از زنان که تلخی نگاه زن ستیزانه در جامعه را چشیده و لمس کرده اند، به این باورند که تولید ادبیات زن ستیزانه و استفاده از اصطلاحاتی که کلیشه های جنسیتی گذشته فرهنگ بومی را حمل می کنند، نه تنها از سوی مردان بی سواد و سنتی، بل از سوی افراد تحصیل کرده نیز رواج دارد، که بیانگر عمق دیدگاه زن ستیزانه در جامعه و نهادینه شدن آن در سرشت آدم هاست. در مورد پیشینه واژه سیاست اطلاعات دقیق وجود ندارد. این واژه بیشتر در ادبیات گفتاری وجود داشته و از نسل به نسل به صورت شفاهی انتقال یافته است. با اینکه کاربرد سیاست با این شکل از واژه سازی وارد ادبیات نوشتاری فارسی دری نشده است، اما در ادبیات نوشتاری و سنت ادبی حوزه جغرافیایی افغانستان روایت های بیشماری وجود دارد که این نوع نگاه نسبت به زنان را توجیه می کند. سعدی، شاعر قرن هفتم هجری، کسی که گفته می شود ترجمه بیت مشهورش بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک جوهرند، بالای دروازه سازمان ملل نوشته شده است. از زنان به عنوان موجودات متعلق به مرد و اسیر در خانه یاد می کند، با اینکه سعدی حرفهای زیادی گفته است که بازخوانی آن امروز می تواند جامعه افغانستان را برای عبور از این وضعیت فرهنگی بسته کمک کند، اما او نیز نتوانسته از دام باورهای فرهنگی و جنسیتی زمانش فرار کند. ز بیگانگان چشم زن کور باد، چو بیرون شد از خانه در گور باد. این بیت سعدی بیانگر نگاه جنسیتی مسلط بر جامعه فرهنگی زمان سعدی است، که پس از آن نیز به شکل‌های متفاوت خود را در بافت مذهب و سنت حفظ کرده است. موجودیت زنان در خانه و نگاه بدبینانه مذهبی نسبت به برخی ویژگی‌های زنان، این قشر اجتماعی را در فرهنگ‌های مختلف بشری به تعبیرهای بدچگون و ناسی گره زده است. زنان که به اساس طبیعتشان در ماه اقلا یک بار دچار چرخه قاعدگی هستند، به اساس باورهای مذهبی حق ادای مناسک مذهبی و یا دست زدن به پخت و پز را در این زمان ندارند. این نوعی از نگاه خودش را در بافتهای مختلف اجتماعی جا داده که حتی مولانا با این همه ادایش از انسانیت و برابری به دام برداشتهای زن ستیزانه افتاده است. هر بلا که در جهان بینی عیان باشد، از شومی زن در هر مکان. برداشت نامیمون از زن بخشی از فرهنگ جنسیت زده در جامعه انسانی، به خصوص جامعه شرقی و کشورهای جهان سومی است. در این کشورها که هنوز نتوانستند از مناسبات فرهنگی سنتی عبور کنند، زنان نمادی از سیاه بختی، عدم عقلانیت و بدبیاری است. واژه سیاست از جمله کلمه هایی است که از دیر زمان به این سو مثل اسطوره ها از نسل به نسل منتقل شده، اما گاه این واژه هیچ وارد زبان نوشتاری یا رسمی نشده و از همین سبب درباره پیشینه این کلمه معلومات موثق در دست نیست و بیشتر مردم چون شنیدند از همین خاطر هم استفاده میکنند. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، با امتنان و تشکر از اینکه مرا برای مدت کمتر از یک ساعت تحمل کردید، دریچه برنامه امشب از گپ گپ میخیزه را در همین جا میبندیم. تا برنامه دیگر، در یک روز دیگر و در یک ساعت دیگر، همه شما را به خدا سپرده لحظات خوش و راحتی را برایتان آرزو میکنم.